أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وسفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك مبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر محتاجم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. شهید این ایام، تنها مولود کعبه و شهید محراب، قرآن ناطق محور حق، امام سفید رویان علیه افضل صلوات المسلین فرمودن مردم هوشیار باشین، الا و ان التقوى فی الیوم الحرز والجنه. تقوا در زندگی نقش زره و سپر را دارد. و فی غد الطریق الی الجنه، نتیجه این پروا و این نظم و این برنامه سازنده در عمر و در حیات و در زندگی، الطریق الی الجنه، رسیدن و نائل شدن به بهشت است. امید است که هممان به این سفارش خداوند، انبیا و اولیای الهی توجه کامل داشته باشیم. امروز 23 ماه مبارک رمضان است. دو تا ویژگی داره. اولا روز 23 است، شب 23 و احتمال قوی بر حسب روایات و بر حسب آموزه هایی که از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام داریم، شب قدر است. اگرچه شب 19، شب 27 و شب 21 همه اینها به احتمال قدر است، اما توجه و عنایتی که به شب 23 شده بیشتر است. دلایل و اسنادی وجود دارد که خود پیامبر و تربیت شدگان دست آن بزرگوار به این شب بیشتر توجه داشتم. نکته ای را که لازم می دانم عرض بکنم، در روایات همون فضائل را که در شب قدر ذکر کردم و در شب 23 این همون معارف و مطالب را
در روز 23 مطرح کردند و حتی به این عبارت تذکر داده شده که با اعمال کثیر و زیادتان در شب 23 خودتان را از اعمال روز 23 بی نیاز ندانین. این روز روز بزرگی است. دو نکته بسیار کوتاه در خطبه اول عرض میکنم. یک تذکری درباره دعا که هفته قبل وعده داده بودم. نکته مهم، شب قدر هر شبی باشد شب نزول قرآن است. انا انزلناه فی لیلت القدر فی لیلت مبارکه. خب بحث قدر و بحث نزول قرآن یک بحث مهم است، اما اون که امروز نیاز جامعه ما است و نیاز همه مسلمان ها، نحوه استفاده، تعامل، در واقع بهره گرفتن از قرآن است. در خطبه اول این دو نکته را خیلی کوتاه مطرح خواهم کرد و در خطبه دوم یکی دو تا تذکر بیشتر میپردازیم به شخصیت قرآن ناطق امیرالمومنین. همین لحظه عاجزانه از همه شما نمازگزاران که یقین دارم همه شب همه شما عزیزان این شب بیدار بودین و احیا داشتین، عاجزانه تقاضا میکنم در این روز با عظمت دعاهایی که سعادت من با اونها گره خورده، فرج آقا و مولای من صاحب الزمان، اللهم صل علی، بیداری و وحدت جهان اسلام، بصیرت و روشن شدن من، اینها از خواسته های من در این محفل نورانی و در این ذکر بزرگ الهی باشد. عرض شد که ماه مبارک رمضان مهمانی خداست. اسم این مهمانی در اینجا رمضان است. مواد این پذیرایی تسبیح است و ذکر و دعا است. نتیجه این مهمانی، حقیقت این مهمانی در عالم دیگر چشمه سلسبیل و نعمات لایزال الهی است. یکی از بهترین ابزار معرفتی و پذیرایی دعاهاست. در منابع مختلف از زین العابدین سید الساجدین ذی الصفنات، کسی که پیغمبر قبل از ولادتش فرمود من نگاه میکنم به فرزندم علی ابن حسین ابن ابی طالب که در قیامت پیشا پیش صفوف بهشتیان خرامان در حرکت است، در ماه رمضان اکثرا مشغول نماز میبودن. کان علی ابن الحسین سید العابدین صلوات الله علیهما یسلا امت اللیل فی شهر رمضان. بخش عظیم از شب را حضرت نماز می گذاشتن. فا ازا کان فی السحر دعا به هازد دعا. وقت سحر می رسید حضرت این دعا را می خوندن که این دعا معروف است به دعای ابو حمزه سمالی. حیف است ما رمضان را پشت سر بگذاریم چند باری این دعا را نخوانده باشیم. الحق و الانصاف سرمایه بزرگی است. خواندن این دعا روح انسان را تطهیر می کند، قلب انسان را زنده می کند، حیات ابدی و سلامت ماندگار در اثر مزامین بلندی که در این دعا هست نصیب انسان می شود. من از باب تذکر فقط خواستم یادآور شوم. آغاز این دعا این گونه است: الهی لا تعذبنی بعقوبتک. خدایا مرا با عقوبتت ادب نکن. گاهی آدم کسی را میخواهد ادب کند، با محبت ادب میکند.
با دلسوزی و عاطفه، با نوازش ادب می کند، اما گاهی با سختگیری و با زدن و با فشار آوردن او را مؤدب می کند. آقا از خداوند می خواهد و به ما یاد می دهد: الهی لا تؤدبنی بقوتک ولا تمکر بی فی حیلتک. می فرماید هیچ کسی از دعا بی نیاز نیست، اونه که پرونده روشن و پرونده سبک دارد اونم نیاز به دعا داره، اونی که اهل معصیت و گناه و گرفتاری است اونم نیاز به دعا داره. من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء و اجترع علیک. فکر نکنیم کسی که خوب است نیاز به دعا نداره، او بیشتر نیاز به دعا داره. دعا قرآن ساعد است، مغز عبادت است، اسلحه انبیاست. خدایا ما را با مزامین دعاها و مفاهیم حیات بخش که از آدرس خودت در قرآن و از آدرس پیامبر و انبیا و اولیاءت نصیب ما گردیده بیش از پیش عامل و آشنا بگردان. از باب تذکر بود، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یادآوری کن که یادآوری برای مؤمنان سود دارد. نکته دوم مسئله حرمت قرآن است. با خودم فکر کردم که بیایم در نماز جمعه بحث نزول قرآن را دنبال کنم، علما هم هستن، متخصصین هم تشریف دارن، شاید خیلی مفید نباشه. علی کل حال همه ما مسلمان ها به حمد الله معتقدیم قرآن در شب قدر نازل شده. بیاییم اون بحث مهم که واقعا جامعه ما را، جامعه اسلامی را، حتی بشریت را میتواند به سعادت برساند، استفاده از قرآن است. چگونه قرآن بخوانیم؟ خب خیلی الحمدلله در جهان اسلام قرآن خوانده می شود. این شبها، این روزها کرسی‌های تلاوت در کشورهای اسلامی، در مراکز مهم، در فرودگاه وحی، در مکه معظمه، در مدینه منوره، در مزاجع نورانی و عتبات عالیات ائمه معصومین نجف، کربلا، مشهد مقدس، حوزه های علمیه، در مساجد و در مجالس قرآن خوانده می شود. لازم است جامعه اسلامی یک نگاهی با هدف و با برنامه در نحوه خواندن قرآن کنند. دقت بفرمایید، خداوند درباره تلاوت قرآن خودش در قرآن دستور داره. یک آیه را مستمسک و در واقع محل و آدرس آغاز بحثم قرار بدهم، سوره مبارکه بقره، دومین سوره قرآن، طولانی ترین سوره قرآن، در آیه 121 خداوند می فرماید الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. در قرآن هم درباره تقوا داریم، بهترین تقوا را دنبال کنین. فتقوا الله حق تقاته، فتقوا الله، از خدا پروا کنین، حق تقاته، بهترین پروا، حق پروا را رعایت کنین. درباره تلاوت قرآن هم داره الذين آتيناهم الكتاب، کسانی که کتاب آسمانی به آنها دادیم و آن را چنان که باید میخوانند، یتلونه حق تلاوته. معلوم میشه اگر به اون شکل که مد نظر خداوند است تلاوت نشود، این قرآن که در شب قدر نازل شده به حرمتش
عمل نشده، به دستورش عمل نشده. فرمود ایشانن که به خدا ایمان دارن، یتلونه حق تلاوته اولائک یؤمنون به، اونهایی که قرآن را به اون شکلی که باید تلاوت کنن اگر تلاوت کردن به خدا ایمان آوردن. و من یکفر به فاولائک هم الخاسرون، کسانی که به قرآن کفر ورزن و به خدا کفر ورزن اینها زیانکارن. اگر بخواهم فهمم را با شما روزداران درباره این آیه شریک بسازم، یعنی اگر قرآن را به حقش تلاوت نکنیم ما به اون ایمان و ایمان کامل نرسیدیم و جزو خسارت دیدگان هستیم، جزو زیانکاران هستیم. ان الانسان لفی خسر، انسان ها همه در حال ضررن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند. حالا امروز در جوامع اسلامی در کنار تلاوت قرآن آیا این دقت وجود داره؟ چرا این نسخه شفابخش در جامعه اسلامی اون صحنه ها و اون برنامه هایی را که داره نمی بینه؟ اگر خدا در قرآن می فرماید روزی قرآن شکایت می کند و قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیغمبر می فرماید خدایا قوم من، پیروان من این قرآن را در حالت انزوا قرار دادن، مهاجر کردن، از متن و بطن جامعه دور کردن. یقینا این بخش اشاره دارد به همین جریانی که عرض می کنم، اونگونه ای که باید به قرآن دل بدیم و جامعه و اداره و زندگی ما با قرآن مدیریت کنیم نکردیم. اجازه بدین یکی دو تا راهکار عملی را مطرح بکنم. از امام صادق درباره همین آیه 121 سوره مبارکه بقره سوال شد. قرآن خیلی فرمول های زنده داره، می فرماید از آگاهان سوال کنید. چطور؟ وقتی مریض میشیم به بهترین دکتر باید مراجعه کنیم. گاهی مرض با مراجعه به دکترهای معمولی تشخیص نمیشه، تشخیص نشود درمان نمیشه. دکتر بعدی، دکتر بعدی، بعدی و بعدی. چرا؟ برای که مرض را بشناسد تا برسیم به متخصص. لذا در روایات داریم اگر بهتر از تو در شهر باشد مردم را به سوی خودت دعوت کنی، تو مشرکی، تو بدعت گذاری. امام صادق علیه السلام با استفاده از این فرمول جواب دادن. سوال شد الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، از حضرت سوال شد مراد از این تلاوت چه تلاوتی است؟ حضرت فرمود آیاتش را روشن و شمرده بخوانم. سعی کنن معنایش را بفهمن. و یتفقهون معانی و یعلم و یعلمون به احکامه، فرمود که احکام و فرامینش را یعملون، به کار ببندن. به دستور قرآن اگر بحث عدالت است، اگر بحث حقوق است، اگر بحث همسر است، اگر بحث یاد گرفتن است، رب زدن علماست، به همه این دستورات عمل کنن. فرمود که فرامینش را به کار ببندن. چقدر فاصله است بین خواندن ها. فرمود فرامینش را به کار ببندند، به وعده‌اش امیدوار شوند و از عذابش بترسند، از داستانهایش سرمشق بگیرند. یک چهارم قرآن داستان هاست.
از مثلهایش پند بگیرند. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. این همه مثل در قرآن برای چیست؟ حضرت فرمود اینها دستورات قرآن است، حق تلاوته. فرمود اوامرش را به جا آورن، از نواهیش دوری کنن، به خدا سوگن. چه جمله ای؟ فرمود به خدا سوگن. خداوند می فرماید، حضرت فرمودن به خدا سوگن، حق تلاوت قرآن به حفظ آیات، اینه که قرآن حفظ بکنیم و پشت سر هم خواندن حروف و کلماتش و تلاوت سوره ها و مطالعه حواشی و حوامش قرآن نیست. حق تلاوت به این نیست که ای تلاش کنیم بیشتر حفظ کنیم. حفظ قرآن یک امتیاز است، تلاوتش امتیاز است، اما حق تلاوت از چیزی دیگری است. حروف و کلماتش را حفظ می کنن، حدود و معانیش را فرو می گذاشتن. این سبک جامعه را جامعه سعادتمند نمی کند. یک جمله و خطبه اول را جمع کنم، رب تال القرآن و القرآن و یلعنه، جمله پیامبر است. چه بسا قرآن خانی که قرآن لعنتش می کند. برای تذکر به خودم و به همه دانشمندان و حافظان و معلمان قرآن در جامعه عرض می کنم، پیغمبر فرمود ان فی جهنم رها رها، در جهنم آسیابی است. ان فی جهنم رها هم من حدید، در جهنم آسیاب از آهن است. آسیاب های ما یا برقی است یا از سنگ است. فرمود رعا هم من حدید، آسیاب از آهن است. تطهن فیها رؤوس القراء والعلماء والمجرمین. خیلی عجیب است. فرمود در این آسیاب سرهای قاریان و علمای گناهکار و العلماء المجرمین، سرهای علمای گناهکار در این آسیاب آرد می شود. وسیله‌ای که اونجا خرد می شود و نابود می شود سرهایی است که با استفاده از قرآن جامعه را به خواب دعوت می کنند. چقدر زیباست آیات قرآن که حضرت موسی به فرعون پیشنهاد میکند بر حسب دستور قرآن، ادو الی عباد الله، بندگان خدا را در اختیار من قرار بده، من فرستاده امینم. امید است با استفاده از مانده های ایام رمضان دهه آخر انشاءالله با حق تلاوت قرآن بیشتر و بهتر آشنا شویم. خدایا ما را از این مأدبت بیش از پیش بهرمند بگردان. عاقبت و آینده امر ما ختم به خیر بفرما. خدایا ما را با برکاتت در باقی مانده از ماه رمضان از همه سختی ها، از همه مشکلات رهایی عنایت بفرما. خدایا عاجزانه و نیازمندانه درخواست میکنیم در این لحظات استجابت دعا، فرج آخرین ذخیرت معجل بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله اكبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنين، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. قبل از اون که بپردازم به شخصیت امیرالمومنین که ایام شهادت اون بزرگوار هست، روز 19 رمضان سال 40 در محراب عبادت به فرق نازنینش شمشیر عشق الاولین والآخرین اصابت کرد و در صبح 21 اون سال به شهادت رسید. تسلیت عرض میکنیم، این مناسبت را و گرامی میداریم. در پایان هم شناختی از اون بزرگوار انشالله بیشتر نصیبمان بشه و هم کوتاه و مختصر تاریخی از حضرت را نقل میکنم. قبلش از باب وظیفه در مراسم با شکوه و با عظمت نماز جمعه دو سه تا نکته که مربوط به مسائل مردم و جامعه و کشور میشود بپردازم. میدانین دیروز و امروز نشست دو روزه وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است، یعنی دیروز بوده و امروز هم ادامه داره. چین و ایران، ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و روسیه، اینها مهمانند و خود کشور ازبکستان خدمتتان عرض بشه که میزبان است. علی کل حال این نشست دیروزه به خاطر در واقع کمک کردن به مسائل افغانستان است. البته نماینده امارت اسلامی هم سرپرست وزارت خارجه در این اجلاس دعوت شده، اما در متن اجلاس شاید حق شرکت نداشته باشه، در حاشیه اجلاس صحبت هایی کرده. غرض این که در این اجلاس مطالب و موضوعات مربوط به افغانستان مطرح میشه و در همین لحظاتی که این اجلاس هست، باز هم همزمان با این اجلاس شورای مقاومت یعنی مخالفین امارت اسلامی شروع کردن به صحبت کردن. من یک نکته ای را از باب وظیفه عرض میکنم. ما دیگه تحمل و ظرفیت مقابله و رو در روی را نداریم. ما نیاز به مقاومت، نیاز به جنگ مجدد نداریم. اینها به صلاح ملت ما نیست. هم کسانی که با این پوشش و با این شعار میخواهند اوضاع کشور را ضعیف کنند، امنیت و ثبات را خدشدار کنند، هم از اونا میخواییم و هم از مسئولین امارت اسلامی بیاییم اوضاع را خودمان مدیریت کنیم. کشورهای همسایه حتی دور دنبال این مقوله هستند این مشکل حل شود. ما خودمان شایسته تریم نحوه تعامل را بهتر کنیم. سعه صدر و بزرگی و محبت را سرلوحه کارمان قرار بدیم تا انشالله این مشکل حل شود. همینطور
خلاصه بیانیه مشترک چهار کشور است که اونها هم در همین راستا است. میخواهم این را عرض بکنم که دیگرا به خاطر تأمین منافعشان این مسئله را دنبال میکنن، خود ما بیشتر نیاز داریم. مسئله دوم که واقعا مسئله اساسی است، سفیر چین در یک بیانیه درباره مواضع چین در قبال افغانستان مطالب را گفت. گفت که از مبارزه با تروریسم در افغانستان حمایت میکنیم، همینطور از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حمایت میکنیم و به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی احترام قائل میشیم. در امور داخلی افغانستان ما مداخله نمیکنیم. اینها چیزهایی است که حق هر کشور است. اما باز هم دو سه تا نکته را مطرح کرد. گفت که از دولت موقت افغانستان یعنی از امارت اسلامی انتظار دارد که حقوق و منافع همه مردم افغانستان از جمله زنان و همه گروه های قومی حفاظت شود. یعنی دنیا به این مقوله توجه داره. اینها راهکار است. اگر به این مسائل توجه نشود راه دورتر می شود، فاصله ها بیشتر می شود. همینطور در این بیانیه خواسته شد و ما ایره یک حقیقت می دانیم، پول ها و سرمایه های در واقع مسدود شده و بلاک شده افغانستان باید رها شود و باز هم کشورهایی که در گذشته در افغانستان نیرو داشتن اونها به این فکر نیفتن که مجددن باز هم به افغانستان نیرو بیارن. من هدفم از این صحبت این است که باید خودمان پیشگام شویم، خودمان جلو بیفتیم و الا دشمن از این فاصله ها استفاده می کند. باز هم موضوع دیگر است، مسئله خلاصه فقه جعفری و ثقافت اسلامی که در دانشگاه ها مطرح است و باز هم صحبت هایی شده، علمای اهل تشیع پیشنهادی کردن و صحبت ها و جواب هایی که از جانب امارت اسلامی داده شده، من اون برداشت خودم عرض میکنم. امروز الحمدلله شیعه یک جریانی نیست که در افغانستان دنیا و دولت و مردم به او توجه نکنند. شیعه یک جریان روشن و دلسوزی به کشور است. ما الحمدلله برای وحدت کشور گام های بلندی برداشتیم. تکبیر الله الله ما امروز که در نماز جمعه صحبت میکنیم، میلیون ها جمعیت در سراسر این کشور در حال زندگی هستیم و از زندگی ما لذت میبریم. نماز ما با این شکوه برگزار میشه. محرم ما با دنیای از عزت و سربلندی و بیداری برگزار میشه. امروز اگر کسی به این مقوله فکر بکنه که ما مذهب جعفری را به رسمیت بشناسیم نشناسیم، من اینها را خلاصه جریان گذشته محسوب میکنم. امروز ما تقیه ای نداریم الحمدلله. ما مثل اهل بیت پیغمبر دست باز نماز میخوانیم. ما با استفاده از انرژی قرآن فرمول های برتر را میفهمیم و ارائه میدیم. نباید اینها دسیسه ای شود برای ایجاد اختلاف در جامعه ما. ما در سازندگی کشور اثرگذاریم. شیعه را باید از آدرس ائمه شناخت و از آدرس مراجع عظام تقلید. ما در همین رمضان در جای جای کشور با همه مشکلاتی که داریم یاری میکنیم. در مناطقی که امارت اسلامی مشکل داره برادران اهل سنت است آبرسانی میکنیم.
هزاران یتیم تحت پوشش داریم از جامعه اسلامی. بسترهای وحدت و همدلی را فراهم میکنیم. این مقوله ها را باید نادیده نگرفت. وقتی مرجع عظیم معاصر ما میفرماید به اهل سنت برادر نگین، بگین جان نفس، این معناش این است که ما نیاز به یک وحدت داریم و الحمدلله این وحدت در کشور ما هست، سالیان است و در جریان‌های جدید این وحدت بیشتر خودش نشان داده. من تقدیر و تشکر میکنم از مسئولین امارت اسلامی در ادامه این پروسه و این حمایت ها. و اما باز هم دلسوزانه آگاهانه عرض میکنم با این مطالب که دشمن سوء استفاده میکنه علیه این نظام و این شرایط باید با تدبیر و آینده نگری نگاه شود. بیش از این فرصت نیست من در این مقوله صحبت کنم. انشالله در فرصت‌های مناسب این موضوعات باید با استفاده از مشورت‌ها و در واقع کارشناسایی‌های خردمندانه مدیریت شود. خب ایام شهادت آقا امیرالمومنین است. وقت نبود من بیشتر از آقا امیرالمومنین صحبت کنم. سال 40 یعنی تقریبا 1404 سال قبل در ماه رمضان در شهر کوفه در حال سجده در نماز صبح امیرالمومنین ضربه شمشیر خورد. اون لحظه ای که حضرت ضربت شمشیر خورد قبلش برنامه هایی بود. نقل میشه در 13 رمضان همون سال حضرت علی بعد از فارغ شدن از جنگ نهروان، یعنی همون سال جنگ نهروان هم بود، در روز 13 رمضان در حال صحبت کردن بود از آقا امام حسن پرسید که چند روز از رمضان گذشته. حضرت مجتبی که پای منبر بود فرمود پدر جان 13 روز. در ادامه از آقای امام حسین سوال کرد که فرزندم حسین چند روز از رمضان مونده. آقای امام حسین فرمودن که 17 روز باقی مونده. این تابلوی تاریخ برجسته کرد، مثل همون جریانی که شب عاشورا آقای امام حسین وقتی با اصحابشان صحبت میکردن که همه شما شهید میشین. شنیدین حضرت قاسمی بچه 10 ساله یا 13 ساله، 13 ساله از جا حرکت کرد سوال کرد عمو جان آیا منم جزء شهدا هستم یا نه؟ خب میشد امام حسین بفرماید بله. فرمود جان عمو تو اول بگو که شهادت در ذائقه تو چگونه است؟ گفت عمو جان شهادت در رکاب تو از عسل شیرین تر است. بعد امام حسین فرمود بله تو هم شهید میشی. آقا امیرالمومنین از یکی پسراش سوال میکنه چند روز از رمضان گذشته، میگه 13 روز. از دیگری سوال میکنه چند روز مونده، میگه 17 روز. بعد حضرت امیر فرمودن دستش به محاسن زیبا و نورانیشان گرفتن، فرمودن نزدیک است این محاسن به خون سرم خضاب شد. و همین طورم شد. شب 19 رمضان برای افطار آمد منزل دخترش ام کلثوم سلام الله علیها. اون روزا خیلی حال علی جور دیگری بود. وقتی دو گونه غذا آورد، غذا که میگم یعنی امرای نان، هم شیر آورد هم نمک، حضرت فرمود دخترم کی دیدی که من نان رو با دو چیز بخورم؟ یکیش بردار یکیش کافیه. بیبی وقتی نمک بردار شیر گذاشت، فرمود نه شیر بردار، من با نمک افطار میکنم. خیلی کم غذا خورد. بعد شب تا صبح حضرت در حال ویژه بود، ای به آسمان نگاه میکرد، ای می نشست. مثل شب عاشورا یک تابلوی دیگری بود. بعد می فرمود این شب شب است که
به من پیغمبر وعده داده. بالاخره خدمتتان عرض بشه که از خانه بیرون شد، مرغابه ها شروع کرد به صیحه کشیدن. حضرت فرمود این صیحه ها از یک مصیبت خبر میده. وقتی بیرون شدن کمربند آقا به حلقه در گیر کرد، کمر مبارکش محکم بست. وقتی وارد مسجد شد، سه نفر از دشمنان اسلام که اونها در تاریخ معروف است، شبیب ابن بجره یا بجره و وردان ابن مجاله و همین قاتل حضرت ابن ملجم، این سه نفر برای شهادت حضرت برنامه ریزی کرده بودند. حضرت اذان نماز گفت، آمد به محراب استاد، خفتگان را با یا ایها الناس الصلات، مردم نماز است، بیدار کرد. میخواهم این مقداری خلاصه از شخصیت آقا بگم. بالاخره در محراب عبادت شروع کرد به خواندن نماز. دقت کنین، سر به سجده است. سجده بهترین لحظه ای انسان است. مشغول سجده بود، یک وقت شمشیر به فرق نازنینش حواله شد. عزاداران، روزداران، شما میشنوین اما باور کنین فرزندش امام زمان میبینه. تا شمشیر به فرق نازنینش آمد، فرمود بسم الله و بالله، همش توحیده، بسم الله با نام خدا، و بالله و علی ملت رسول الله، فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه، علی رستگار شد. چه حالی داشت امیر المؤمنین؟ شنیده این بین زمین و آسمان جبرئیل صدا زد، ارکان هدایت نابود شد، علامتهای تقوا خلاصه پاره شد، دستگیره محکم گسیخ. قتل ابن عم المصطفى، قتل وسیع، قتل الوسیع المجتبى، اون وسیع پیغمبر به شهادت رسید. قتل المرتضى، قتله اشق الاشقیا، علی به شهادت رسید، ضربت خورد، شقیترین انسانها او را خلاصه ضربه زد. آقا امیرالمومنین در محراب است، این صدا وقتی به گوش مردم رسید، حسنین آمدند. همینجا بگم امام زمان انشالله به مجلس ما نگاه بکنه. تا زینب این صدا را شنید، فرمود خدا یک بار دیگر ببینم بابام با پای خودش خانه بیاد. بچه ها آمدن، پدر گذاشتن روی گلیم، از اطرافش گرفتن آوردن در خانه. اینا نقل تاریخه، خون زیادی رفته، محراب پر از خونه. فرمود که دم دروازه بچه ها زیر بغل ها ما بگیرید، با پای خودم برم. گفتن آقا چرا؟ فرمود دخترم دعا کرده مرا با پای خودم ببینه. بالاخره امیر المومنین اون روز، یعنی روز 19 در خانه بود، شب 20 در خانه بود، شب 21 حضرت تا ساعات از شب زنده بود. نمیدونم چه حالی داشت امیرالمومنین. 2 شب و 1 روز در بستر است. خیلی برنامه ها نقل کردن از امیرالمومنین. بالاخره صبح روز یک شنبه، یعنی سحر یک شنبه، اون شب حضرت به شهادت رسید. میدانین طبق تاریخ تا زمان امام صادق، بعضی ها نوشتن تا زمان هارون الرشید، قبر آقا مخفی بود. همین نجف اشرف که انشالله خداوند زیارتش نصیب من بکنه، اونجا که بریم خلاصه از اون فضای نورانی بیشتر استفاده بکنیم. حدودا تا دوران هارون الرشید این قبر مخفی بود. حضرت سفارش کرد، سفارشات زیادی، فرمود که وقتی من از دنیا رفتم، از جمله فرمود که به این قاتل من محبت کنیم. بچه های یتیم شیر می آوردن، حضرت وقتی شیر استفاده می کرد می فرمود از این شیر برین به این اسیر بدین، به ابن ملجم. بالاخره حضرت فرمود وقتی از دنیا رفتم جلوی جنازه مرا رها کنید. جلوی جنازه را
ملائکه ها حمل میکنن، شما از پشت جنازه حرکت کنید. فرزندان حضرت از پشت جنازه حرکت کردن و قبری که برای حضرت درست شده بود شناسایی شد، اونجا دفن شد. من وقت جلسه را خیلی نگیرم. وقت دفن تمام شد، نیمه های شب بود، برمیگشتن امام حسن و امام حسین علیه السلام نزدیک دروازه شهری کوفه که رسیدن، دوستانی که تشریف ببرن نجف، کوفه با نجف حدوداً 20 کیلومتر 18 کیلومتر فاصله داره. حضرت در کوفه به شهادت رسید، مسجد کوفه، در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید، اما بدن آقا را آوردن نجف دفن کردن. خب یه چیزی حدود 20 کیلومتر 18 کیلومتر، حالا بچه ها بدن پدر را دفن کردن، نیمه شب برمیگردن رسیدن دم دروازه شهر کوفه. میخوام عرض بکنم یا صاحب الزمان، تنها شما یتیم نشدید، تنها زینب یتیم نشده، تنها حسنین یتیم نشده، خلقت یتیم است، انسانیت داغدار است، داغ علی داغ انسانیت است، عدالت علی آرزوی همه بشریت است. خدایا به فرق شکافته این قرآن ناطق و مجسم فرج آخرین فرزندش برسان. خدایا مشکلات همه مسلمین، مشکلات کشور ما، مردم ما برطرف فرما. همه ما، ملت ما، حکومت ما، مردم ما را در محوریت قرآن و اهل بیت به هم دیگر نزدیک و مهربان بگردان. خدایا اونهایی که التماس دعا دارن، مد نظرن، مراجع علمای خدم اهل خیر و توفیقاتشان بیفزا. خدایا اون چه نیاز داریم به مصلحت من هست به همه من عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.